هموطنان گرامی، سلام و درود بر شما. یک سوال از زمان تدویر جلسه انقره مطرح است. احمد مسعود، رهبر مقاومت ملی که عملاً با طالبان در جنگ است، چرا در جلسه انقره شرکت نداشت؟ این پاسخ لابد در ذهن شما هم است. اما اگر شما به جای احمد مسعود می بودین در اجلاس انقره شرکت می کردین، تصور نمی کنم که اکثر شما پاسخ آری بدن. خب، در مجموع سیاسیون تاجیکستان نشین در این شرکت نداشت. خاصتا مهم که است احمد مسعود است. یه آدم یکی از علتهایی که شخصی به اصطلاح در این مسائل زیاد خود نمی زنه ایست که دغدغه دنیایی نداره. ما زیاد از احمد مسعود و از اطرافیاش انتقاد میکنیم. حرکتهایی را که مانع مصلحت استراتژیک میشه ما برمیشماریم. اما جانب دیگه قضیه را هم میبینیم. احمد مسعود دغدغه دنیایی نداره. نه دغدغه قصری داره که مانده باشه، نه از تانکای تل، نه از بلند منزل، نه از قراردادهای کلان که کاروانا به حال خود مانده باشه، نه از شهرک، نه از اوتلای بزرگ مثلا 1000 نفری و نه خانه های زنجیری در وزیر اکبر خان. ای مهمترین عامل در رفتار سیاسیون جمهوری است. شما به هر یک از شاملان جلسه انقره نگاه کرده باشین که بار دنیاییشان بسیار سنگین است و خوابشان خراب. خوی ای یک موضوع. موضوع دیگه ای که دمی نوما اکثر اینا مخالف احمد مسعود بودن. علی‌رغم این که احمد مسعود از ابتدا استاد شد در برابر طالب، جنگید، یک جنگ نابرابر، یک توطئه که از داخل سازماندهی شد، این روزگار بسیار بدی را گذراند. اما جبهات بلندهای هندوکش همچنان فعال ماند و طالب مشروعیت خود در انظار مردم افغانستان و جهانیان تا امروز از دست داده. مشروعیتش اگر نقطه صفری می بود، از نظر هیچ کدام مقاومت نمی بود، طالب بسیار از نظر برسمت شناختن این مسائل پیش می رفت. خب اینا دمی خلال اکثرشان مخالف احمد مسعود بودن که والا او بسیار جوان است، تجربه ندارد و دستش خالی است. اما می بینن که عملا جبهه جنگ در هندوکش ها شب و روز در شرایطی که حتی 2 قد برف بود در ارتفاعات علیه دشمن فعال بود. این سیاسیون اونمو سیاسیون هستن که در انقره جمع شده بودن با اونو ذهنیت. بنان احمد مسعود دوش جایش اضافگی بود. چرا باید می آمد؟ که چی؟ اینا از اعلامیهشان پیداست که دنبال رحم و شفقت به وسیله طالب هستن. احمد مسعود صاف و ساده دعوای هژمونی سیاسی داره. اول می جنگه، بعد به مذاکره احتمالی فکر میکنه. یعنی تفاوت هم هست. خب در گذشته احمد مسعود 2 بار با رئیس آیسای ملاقات کرد. 1 بار با امیرخان متقی در ایران. چرا؟ هدف بر رسمیت شناختن و طلب ترحم نبود. یک بازی بالاتر بود. نشان دادن خود به عنوان طرف اصلی بود. شاملان جلسه انقره حرکت سیاسی خود به معنای بر رسمیت شناختن طالب نشان دادن و احیای جایگاه از دست رفته خودشان. تفاوت اینجاست. بنابراین جلسه انقره از نظر بعد خارجی خود ابتکار اردوغان، انگلیس و پاکستان بود که در باشگاه کشورهای بازیگر در اطراف افغانستان با هند، ایران و روسیه تعامل نشده بود. بسیار مهم است این مسائل. این جلسه بخشی از طرح گروه خلیلزاد و اشاره های مشورتی تام وست، فرستاده ویژه امریکا در امور افغانستان است که در کل این جویبارهایی که جاری میشه و دریای منافع
طالبان ریخته میشه. خب اینا یکی گفتن که شورای مقاومت ملی، جبهه مقاومت ملی برای نجات. خب ما کدام مقاومت ندیدیم؟ شما دیدین در کجا؟ اگر منظور جنگ است، خود داخل شوین در جنگ. اگر منظوری است که آمادگی میگیرین که به جنگ داخل میشین علیه طالب، که بسیار بعید است این مسئله، از لحن اعلامیه نشان میداد که کاملا آشتی جویانه و التماسگونه بود. اما گیریم که مثلا زمین با آسمان بخوره، یک جبهه جنگی اینا تشکیل بدن. خب درست، شاید شما هم بگوین که آه چه اواق بارا این کار کردن، تو شک داری؟ اینجا ششتی گپ میزنی. نه شک ندارم، اما یک سوال دارم، از کدام را جبهه جنگ جور میکنن؟ از کدام عقبه؟ این پیش رویش کجاست؟ پشت سرش کجاست؟ از کدام محاز؟ دو محاز، سه محاز است. ترکمنستان است، تاجکستان است، ازبکستان است و ایران است. ایران خود خلاص او آجندای خود داره. محاز تاجکستان اونا قبلا یادآوری اعلام کردن که از جبهه مقاومت برابری احمد مسعود پشتیبانی میکنن، که عملا در جنگ است در این دوکشا. پس مقاومت ملی از اینا از کدام جهت است؟ تبلیغاتی است؟ فیسبوکی است؟ با تفنگ است؟ اگر با تفنگ است از کدام استقامت؟ دیگه سوالی است که از اینه جنگ باز کی میپردازن؟ خب شما شاید بگوین که همین که در ترکیه هست، که خود ترکیه یک قدرت بزرگ منطقه است، میپردازه و امریکا میپردازه. چرا او از ناتو است؟ از این قبیل گپا چرا این کار بکنه؟ ناتو و امریکا همین تا نام و پشت نبودن، میشه با اعتمادترین گروه خود که عبارت از تروریسم طالبی باشه، همه چیز سرجم امانت تاویل نکدن، چرا اینا رو کمک کنن؟ بنابراین اجلاس ترکیه یک تئاتر بود، یک پیام بازرگانی سیاسی بود که بیشتر پیام بازرگانی را هزینهش اردوغان پرداخت. دغدغه اردوغان بود، دیگه کدام اهمیت سیاسی نداشت. ممکن است در یکی از کشورهای دیگه بازم چنین جلسات شود، اما جلسات بیشتر به خاطر یک مانور است برای مفاهمه، نه برای مقاومت ملی که نامش ماندن. رهبران جلسه انقره قوای نظامی داخل ندارن. یکی از علتهای که احمد مسعود جنامتی است که شما ما را تحویل نمی گرفتین، خودتان هم فعلا دستان خالی است، ممکن است پسان پر شود، اما فعلا دستاورد ندارین. ما چه کنم در جمع شما بیایم؟ من نه قصر گم کردم نه شهرک. این دلایل است. ضمنی که مشاورین منطقه‌ای برش میگن که تحریم گویاره یا وجهه تا پایان میرن. تنها نیرویی که در دو جبهه می جنگه مقاومت ملی برابری احمد مسعود است، با وجود مشکلات داخلی که ما همیشه انتقاد میکنیم. اما مردم در صحنه قربانی میتن، می جنگن و هر روز تابوتای طالبا به چندین ولایت میره. این با اینی پوزیشن است. مقاومت سیاسی که در انقره دیده شد، ماهیت سیاسی خود تعریف نمیکنه. یک رنگ طالب توصیه میکنه که به میز مذاکره برگرد. او بنده خدا چی وقت که شما مذاکره کرده بود که تر کرده و دوباره برگرده؟ امیر نمیگه شما؟ امیر مردم به شما چی میگه؟ اینا دستخوش بحران هدفگیری و استراتژی سیاسی استن. به می خاطر میدان باختن. اگر نه جمهوری را با اوقع طول عرضش امیر قم کس می باخت. رفتار، کنش و تعامل مقاومت فیلی با مقاومت اول دوره احمد شاه مسعود متفاوت است. به می خاطر است که مقاومت احمد مسعود دچار مشکلات است. مشکلات ساختاری و ساختار استراتژیک خود است. او مقاومت نیست که او پیریزی کرده بود، او دیگه چیز میگفت. ایناله در بسیاری مسائل باید در داخل جبهه مقاومت تصفیه حسابای صورت بگیره و این تصفیه حسابا بسیار دشوار پرچالش است، اما این روند
ادامه داره. این کار باید شوه. چرا؟ این خواست مردم است. امی مردمی که آل جنگ میکنن. حتی اگر رهبرهای سیاسی هم اگر گاهی اتفاق بیفته برای مقامات ملی و مدنی وجود نداشته باشه، خود مردم بر ضد طالب است. حال شما فکر میکنید که قدر طالب که میکشه مردم، تابوتا روان است، فلان یا فلان رهبر سیاسی او را قمانده میده؟ نه، این مردم است که نسل نو است که هدفمند است، آغاز از مسائل، از سرنوشت خود و آگاهانه علیه طالب جنگ میکنه. تفاوت مقامات اول با مقامات دوم همی است که به قول معروف مقامات اول بی سوادا در برابر بی سوادا جنگ میکرد، اینجا با سوادا در برابر بربریت جنگ میکنه. تا این ماهیت هدفمندی این مقامات میگم. مردم عادی هم به خاطر بقای خود علیه طالب می جنگه. یعنی طالب اساساً با مردم و مطالبات عادلانه مردم در جنگ است. این باختش این ازمی است. اگر سر سیاسیون که در انقره جمع میشن اینجا اونجا هیچ خبر نزیریم طالب، چون با مردم مواجه است، دیر یا زود کمرش میشکنه. در بین همین روشنفکرها و کسایی که در جمهوری بودن و عمل گزارشات به ما مواصلت میکنه که ایران میمونه آدم. کسی با طالب است، کسی علیه طالب. این همه مسائل مطلق در غیاب سیاسیون است، در غیاب کسایی که مدعی نخبگری هستند. اینم تو مردم هر طرف روان است. اکثر کسایی که جا و مقام داشتن با طالب رابطه دارن. خصوصا کسایی که تاسیسات اقتصادیشان در کابل و افغانستان است. و حتی امو کسایی که در کمیته های حقوق بشر و اونجا کار میکردن، اونا با طالبان رابطه دارن. یعنی بسیار ساده یک مکتوبی که تازه به دست ما رسید از وسیمه بادغیسی است. او خانمی که در حقوق بشر یا در کمیسیون انتخابات یک کاری بود. اونمو یکی از ستون پنجمی های طالب است. مکتوب طالب آمده در بارش گیر کارایش اجرا بکنه. نه تا به انترپول توصیه شده که کار وسیمه بادغیسی باید انجام شود. خب معلوم میشه که رابطه داشتن. این مردم هر طرف در زد و بند است. کسی میخوره در فرق خود، کسی میزنه در فرق طالب. کدام رهبر و نخبه سیاسی نیست که این مسئله برش مهم باشه. درد نخبه و رهبر سیاسی بیخی دیگه است. هر کس میگه که درد ما زور است. یا وقتی خبر میرسه که دو قماندان در پنجشیر ناگهان به طالب میپیونده، یک نفر به نام طارق، مردم میگه که علیه طالب نجنگین. ایره کی میگه؟ چیگونه ساختمان؟ اینه میتونه روان از مردم در یک بی سرنوشتی به سر میبره در منطقه سه اول. یا اینکه جنرال بازمامات در پریان که طالب دست یکی میکنه، مقاماتی رو مردم رو دعوت میکنه که نجنگین که طالب های کرام. ای برای نخبه ها یک مهم نیست. ای که مثلا از این مسائل رهبرهای مقامات که ها خبر داره یا نداره برای خود از این مخ مهم نیست. یعنی منظور از این گفته ایست که مردم در برابر طالب مقامات میکنه، با طالب سازش نمیکنه. رهبر، نخبه و هر کسی که از باید خود با مطالبات اینمی مردم هماهنگ بسازه. در غیر از داشته میره، اون خب داشته رفتن دیگه. مردم بدون کمک از خارج برای نجات خودشون جنگ میکنن. در طول تاریخ افغانستان این رقم بوده که مردم در غیاب رهبری با آفت استعماری جنگیده. امیر دوست اومد خان میگریخت، مردم در میدان میمون یا جنگ میکردن. بزن 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 بزن، باز بعد از او خودی نسوار خود هم را اینک خود روان میکرد در آخر که این جنگ نکنین، ما زنده استم در لودیانه. ببینین سرنوشت جنگ افغانستان این رقم است. اونمو فرمول تا امیال ادامه داره. شماره از جوان ها، بیترین جوان ها در پنجشیر، در مغاره ها، در می افتای اخیر در مغاره های سرد از گرسنگی و سردی جان دادن. چه کسی اولشان گرفته؟ همی کسی که اولشان گرفته نام و اسم ولدش با ما بگوین. رئیس امیرجان یک بادیگار داشت، نامش گلایدر بود. اونم بیچاره در ارتفاعات بسیار سرد در پنجشیر از گشنگی مرد. او رهبران نخبه ها، شما از این گفت خبر داشته؟
چند نفر طالبا با اسلحه بزبزک از در کوه میزنن تو سر به طلاق میشه، خانهایشان تخریب میشه. امیالی که ما با شما صحبت میکنم در کانتینرها صدها نفر زندانی است در پنجشیر. نقش رهبر و مدعیان رهبری چی است؟ چی کار میکنم؟ شاملان جلسه انقره از این مسائل و از این چیزایی که سر مردمشان میه نه برشان اهمیت دارن، نه چیزی از دستشان میه، نه خبر دارن. یعنی چی مانا؟ یعنی که وقت مصیبت جدایی مردم از نخبگان میایه، نخبگان فلاکت زده میشه، مردم برای خود ادامه میده و مثل خود دفاع میکنه از خود. جنگ امروز علی طالب در غیاب رهبران است. کمی اصلشه که صحیح فکر کنی، مردم در غیاب رهبران و مستقل از رهبران جنگ میکنه. چرا؟ دم جان و حیثیت و ناموس خودش در خطر است. امیال گروه های جنگی مختلفی به شکل خودانگیخته در گوشه و کنار مملکت ظاهر شده و علی طالب می جنگه. کدام رهبر از او خبر داره؟ خبر نداره. بحران رهبری است. کشورهایی که جنگ میکنن اینمی گروه ها را تمویل میکنن به وجود میرن. چرا؟ جنگ او کشورها جنگ خودشان است. جنگ زرگری و فیسبوکی رهبرا جنگ اونا نیست. او کشورهایی که تمویل میکنه این مفرزهای جنگی را در گوشه و کنار، جنگ اونا جنگ اینا نیست. اونا کار خدا میکنن. خودشان به دستجات جنگی ضد طالب کمک میرسانن. چرا؟ به خاطر از اینکه جنگ جاری نیابتی است، خصلت مخفی داره، نامنظم است، مرجع بازخوازگر نداره. جنگ در یک قلمرو بی ساحت و فاقد قانون است. از امو منابعی که دستجات جنگی داخل افغانستان تمویل میشه، امو رهبرها هم خرچ و ازینه خود دریافت میکنن. بنابراین جناهایی که به اصطلاح خودسر و میتو پخپل سر با وجود آمدن در گوشه و کنار می جنگن، در کدامش پادشاه خود است. در اینجا دیگه رهبر نمی چله. این که یک وضعیت آمده. چرا اگر رهبر می چلید رهبر نمی گریخ. چرا این مسائل یقایق ما فاش میکنیم؟ به خاطر از اینکه رهبران، سرمایداران، معاملگرا و از جمع تیکدارا هستند. اونا دیگه نمی جنگن. به مو خاطر وقتی که در اعلامی هایشان شما میبینه سراسر تقلا برای یک دعوت به مذاکره است. بنابراین از رهبرایی که بجای جنگیدن و دفاع از ناموس شما و ناموس مملکت اول عریضه مذاکره و مفاهمه را پیش میکنن، هیچ چشم امید نداشته باشین. چرا؟ به خاطر از اینکه اونا شما رو نجات داده نمیتونن، اونا خودشان ضرورت دارن که یک نیروی دیگه نجاتشان بده. خب چه تصویری در ذهن شما میاد؟ بحران رهبری. این رهبرا نیاز دارن که به کمک و قربانی مردم یعنی شما خود نجات بدن. ببینید فرمول به اصطلاح تعامل چگونه است. اونا با سرمایه گذاری روی نیروی مردم میخواه خود نجات بده، اما مردم چرا باید توقع داشته باشه که اونا باعث نجاتشان شود؟ در صورتی که اونا 8 ماه پیش هم بودن، 20 سال پیش هم بودن، هیچ چیزی نشانه ای از نجات در عمل کرد از اونا نبود. رهبری که یک بل برق نادادش به 3 میلیارد افغانی برسه شما را نجات میده؟ کسی که در مشکلات خود غرق است شما را نجات داده نمیتونه. او برعکس چابک دستی داره که به وسیله شما قربانی های مردم خود به یک جایگاه دوباره برسان. بنابراین ما با یک بحران رهبری مواجه هستیم. میدان کسی میبره که جبهات جنگ در دستش است و از روی اینمی نیرو با دشمن وارد تعامل میشه. تا بعد.